حالا ادعا میکردی چون زن نمیگیری از پا نمیفتی، حالا گماشته گرفتی که یعنی کیف خودت نمیتونی بکشی؟ به جد قصد زن گرفتن داشتم، اما سرنوشت محتوم حضرت اجل رو که دیدم تصمیم گرفتم عذب بمونم. شاید در چشم زنان هنوز شما مقبول؟ معقول؟ گیر نمیاد زنی با این وزن. کبرا سراخ دارم زنی چند برابر وزن شما. کار من نیست، شاید حضرت قوام از خواب و خوراک افتاده. دستی براش بالا بزنید خوراکش درست میشه، اما خوابش پریشان میخوابه. میترسه یه وقت این بهادر نمک به حرام شیراز بکنه لارستان. عجب. کاری کن دکتر بیوه نشم من. خانم شما هیچ وقت بیوه نمیمونید. پس قوام از شما میخوام. دوباره گفتی تکرار کن. چی؟ به تو چه رفتی داره من چی میگم؟ حالی میکنم کی هر موزه هست؟ بسر اینجا نمیخواد دنبالا بیا. فدای شماره 19 لیلای جرز، یه کوه فحش و فضیحت نباید جا به جا کنه فدایی رو. گفتن حرومزاده، آخ آخ آخ. خب بگن مگه با گفتن اونا حرومزاده میشه بهادر؟ هرچه امید داشتم به تو ناامید شد کلن. به درد این کار نمیخوری. نه فایده نداره. نه حالا که این بلا سر مکنیل آوردی، جلسات و مذاکرات به نفع هر دو هست. مذاکرات؟ بله، پیغام پنهانی هم دادم، جواب رد نشنیدم. برای مذاکره تضمین میگیریم البته، وگرنه نفع نداره برای ما. اگه شرط بذارن چی؟ شرط؟ که تحویل بدیم هرچه غنیمت گرفتیم، شایدم هرچه که داریم. قبول نمی کنیم شرط و شروع، تازه تضمینم می گیریم. دارم فکر می کنم به این که یه جایی باید تموم شه این قوقا. ولی بیبی کتا می پرسه تا حالا قوام به کی تضمین داده که به ما بده؟ قوام از من و شما زرنگتره. فقط به این فکر میکنه چطور بهادر رو از پیش پا برداره، طوری که دیگه کسی جرأت نکنه اینجا قد علم کنه. این قوقا نباید تمام کنیم بیبی. چرا ما تمام کنیم؟ باره نیست به دوش ما. زندگیم بدتر از قبل نیست. اگر پیشنهاد دادن گوش میکنیم، وگرنه میجنگیم حتی اگر 10 سال طول بکشه. بعید نبود از بی بی. من عوض نشدم کل احمد. این ایام هرچه پنهان بود آشکار کرد خدا. خب کوتاهی نیست راه رو از چاه نشناسیم؟
دل منم به همین راه میره، ولی مثل بیبی اعتماد ندارم به این دل. پس می جنگی. 10 سالم شد بشه. فشان بود تمام بخی را بود. نه بخی را بود نبود، یک کوه بود هم آشنا هم ناشنا. سراسر کوه آتیش بود. من بودم و تایف، همه، حتی گله ها گرفتار میون گودازه های آتیش بودیم. هیچ راه فراری نبود، بن‌بست بود همه ی راه ها. ولی توی دره از اون دور دورا باد خونکی میاد، روحو تازه میکرد، یه بوی خوش، خیلی خوش. تای دره اون دور دورا سبز بود، سبز و پرتر آمد. میدیدی؟ میدیدم، ولی چرا؟ چرا هیچ راهی نبود؟ آتش بیرحم بود. میبینی بهادر؟ دور نیست نجات، ولی وقتی هیچ راهی باز نیست، باید دل بزنی به آب و آتش. و زن و بچه و گله؟ به این چیزا فکر نکن. مثل روز روشنه که باید دل بزنی به آب و آتیش تا راهی باز بشه. مرگ و میرم هست این وسط، ولی نباید فکر کنی به او. بار سومه که میبینم. بار سوم؟ ندای قلبت، باید گوش کنی به ندای قلبت، باید گوش کنی به این صدا بهادر. حضرت اجل اشرف، بنده از طرف این خوانی تضمین می کنم که تفنگچیان ما با جان و دل بجنگن و ریشه این غارتی رو برای همیشه از این منطقه بکنن.
من تضمین در عمل میخوام، نه در حرف. مستر مکنیل، شاهد مجسم، مردی که تمام شورش های هندوستان رو سرکوب کرد و قهرمان شد، اینجا تو مملکت فارس مثل خر تو گل گیر کرد. حتما شنیدین افراد بهادر چه کردن. غیرت داشتن اونا. تا فرصت پیدا کردن این لافزن رو کشیدن پایین از اسب و پیروز شدن و ورق برگشت. اما این هندی ها تا تقی به توقی خورد تسلیم شدن. تفنگچی هندی که برای ما دل نمی سوزونه. مستر مکنیل، برگرد سر جات. گفتم برگرد سر جات. یک بار دیگه، اگر فقط یک بار دیگه نافرمانی ببینم، دستور میدم جلوی همین قوانین به فلک ببندنت، اونم با شرط که مردم برات مضمون کوک کنن. فهمیدی؟ بله قربان. فردا میریم به حیرآباد. خوب فکر کنید، ببینید چی خوشحال میکنه قوام رو. سوار باید قبراق باشه با سر حال. اگه خوب بخوره و خوب بخوابه، چنان محکم میسته که حضرت قوام حذف کنه. یکم انصاف بدید شوکت خان. کی از علوفه و غذای محل خواب شکایت کرده؟ ببخشید، چون پایدار خان مأموریت دادم به من جواب میدم. ببین چطور بگم، همچین ببین خموده و بیحال به نظر میرسن. به خاطر خواب و خوراک نیست. چیه بهتر از این نداشتی؟ پیش جناب قوام من آبرو دارم. تفنگچی فرستادم برات که پشر میزنی رو هوا. خوش انصاف باش لااقل، باور کن این روزا امون ندارم. هرچی داشتم دادم به تو، خودم موندم و یه مش تفنگچی ناشی. روکو پوسکنده بگو دردت چیه؟ شوکت خان ناراحته که چرا مراسم سان نیفتاد تو قلعه خودش. بس مشکل اصلی اینه، چی زنگ رو بندازه گردن گربه؟ همگی چرا همه چیز آوار شد سر شوکت خان؟ بگیم به حضرت والا، بگیم این همه قشون در اختیار شما، چند برابر قوای مکنیل، فقط یکم روحیه بدین به اونا. نه این طورام نیست آقا، رک و پوستنده بگم، این تفنگچی ها زهرشون آب شده، مثل سگ از بهادر میترسن. بخ کنه ها، ببخشین ها، ببخشید، زیرشون خیس شده. مشکل همینه، کاری از ما میخوان که خودشونم زیرش خیس شدن. این حرفی که تو زدی جرأت
دارم بذارم کف دست قوام. ایونا جناب قوام از درستی وارد میشن. از طرف خودم و تمام خوانین بحیرآباد تهنیت و خیر مقدم میگم به حضرت اشرف و خوشحالیم که نظر لطف اشرف والا شامل حال ما شده و اگر وقتی قوای محلی که در حال حاضر چند برابر قوای قبلی شده اند اگر از سان مبارک حضرت عالی بگذره پلنگ هایی خواهند شد که دل شیر پیدا کردند و بعد از این هیچ یاغی و هیچ حرامی جرأت جا خوش کردن در این منطقه را نخواهد داشت. در امور نظامی سرهنگ اکرم بهتری مشاور ماست. چطور دیدید فرچارو؟ جسارت بنده رو ببخشید حضرت والا، باید عرض کنم خدمت سرورانم که در بحیرآباد 15 فوج تفنگچی لرزه بر دل هر مدعی میندازه، ولی قبول کنید که پلنگ باید پلنگی کنه. اگه یه گربه پلنگین پوش باشه قربان بایده نداره، با یه پخ سوراخ موش بخره. بله، زیاد حساب باز نکنید برای ساندیدن. ساندیدن از یه مش گربه اصلا مایه فخر نیست. انصافا گربه نیستن اینا. گربه که چه عرض کنم، برای سان آمادن. نشد اگر نظر شوکت خان اینه باید بیشتر صحبت کنیم نه اینکه سان ببینیم. بفرمایید آقایون، قبل از سان دیدن چند دقیقه باید حرف بزنیم. بفرمایید. این همه راه تا اینجا نیومدم من که سان ببینم. اومدم ببینم چه مسائل و مشکلاتی داریم و چطور حل میشه اینا. خب قدم اول ما چی میخوایم؟
ما میخواییم انقریب جسد بهادر رو برای عبرت دیگران آویزان شده بر دروازه اصفهان ببینیم. خب مشکل ما چیه؟ راست و پوست کنده همه ی حرفاتون رو بزنین. نبینم کسی تعارف تیکه پاره کنه. قربان، وقتی تفنگچی به خود من میگه مگه میشه بهادر رو دستگیر کرد؟ خب من چه جوابی به اون بدم؟ من از شما میپرسم چی داره این بهادر که نمیشه دستگیر کرد او رو یا کشتش؟ باید تکرار کنم؟ بریزی تو دایره هرچی تو اون دل واموندتون هست. مردم اغلب فکر میکنن بهادر یه لشکر جن داره، سر به زنگا یه پراتیش میزنه این لشکر میاد کمکش. بازم هست، حتما هست. بگید چی داره این بهادر که این طور شکست ناپذیر شده؟ ها؟ میگن بهادر بعد از دوبار پیروزی قناعیم زیادی گرفته، ولی خوب اقراقم میکنن. مثلا این که الان از قشون کل مملکت قوی تره، بالاخره شاه معرفش نیست. اگر مشکل نفرات دارید حل میکنم من، اگر مشکل سلاح دارید اونم حل میکنم، ولی مشکل فقط اینا نیست. بگید، حرف بزنید. میگن نظر کرده شاه چراغه، هیچ تیری بهش کارگر نیست. قسم میخورن که موقع فرار از جلوی قوای انگلیس هزارات تیر به شلیک شده ولی کارگر نیفتاده. میبینید آقایون، این مردم هدایایی به بهادر دادن که از گنج قارون قیمتی تره. اون الان هم قهرمان شده، هم رو این تن، هم شکست ناپذیر. منظور حضرت والا اینه که با این قهرمان افسانه‌ای چطور میشه جنگید؟ اگه اجازه میفرمایید ما جمع بشیم بعد وقتی حضرت والا میفرماین چطور میشه با یه قهرمان افسانه‌ای جنگید، شاید مقصودش اینه که فقط با یه دیو افسانه‌ای. اگه برای سرش جایزه بگذارد بالاخره یه دیوی پیدا میشه که به طمع جایزه اونو بکشه. پدر سوخته، منم مثل شما حساب میبرم از بهادر، اما شلوارم رو خیس نکردم. این فکر مردم فقط نیست، تو مغز و دل معیوب تک تکتون ریشه کرده این افکار. رو این تن جن شرم‌آوره. من نمیتونم صبر کنم تا یه دیو پیدا بشه. دیو هم اینجاست بین ما، اگر اینجا نباشه هیچ جایی دیگه هم نمیتونیم پیداش کنیم. توفنگچی ها رو مرخص کنید، همه رو. اما از شما ها هیچ کس خارج نمیشه از این قلعه، هیچ کس. تا شب خوب فکر کنید. امشب همینجا من جواب میخوام، جواب. باید دیو پیدا بشه و وقتی پیدا شد همونم میشه فرمانده عملیات. خود دانید. خدمت مهمان های گرامی هستیم، هرچی لازم داشتید مهیاست.
خدمت شما هستم. بابا مثل همیشه خوش سلیقه. قوام و کوکب خانم دارن استراحت میکنن اینجا. بشین. من باید با میهمانا غذا بخورم. هایدار خان، بذار همه بدونن حساب تو و قوام جداست از بقیه. خوشمزه است. میترسی از دیو؟ شنیدی تو؟ چرا به کوکب خانم اصرار کردم که مراسم سان بیفته اینجا؟ یادت بیاد چقدر سختی کشیدیم بابت مکنیل. حالا که قرار غنایم تقسیم بشه چرا تو بی نصیب بمونی؟ نه، اگر نصیب من دیوه من ساده لوح نباش پایدار خان. مردای دور برت کم از دیو نیستن. دست کم این که فرشته پیدا نمی کنی بین اینا. منظورت چیه؟ یعنی منم مثل اونا دیو باشم؟ مردونگی مرد به دیو بودنشه. بخور. ولی گوش کن. مرد با همه ادعاهایی که دارن هیچ وقت زن رو نشناختن و نمیشناسن. پس خاطرت خیلی برام عزیزه که دارم درون پنهانی زن و فاش میکنم برات. دخترها هم جذب میشن به مردا، هم میترسن. چون هر دختر در مرد دلخواهش دیوی میبینه که مجذوبش میکنه. تنها مردی که ازش حمایت میکنه در برابر بقیه دیوا. دیوایی که دختر هراس داره از اونا. وقتی دیو من از من حمایت میکنه که جرأت داشته باشه بقیه دیوا رو از پیش پاش برداره. دیوایی که من هراس دارم از اونا. نه یغما، نه. یک بار بیدارش کردم، میترسم دوباره بهش میدان بدم. آتیش میکشه همه جا رو. از خودت فرار نکن عزیز دلم. خبیث نیست اون. آدم های خبیث رو ازش میترسونن. وقتی قبولش کنی کم کم میبینی یک فرشته است. فرشته نجات تو، نجات من، نجات همه ایل. حتی چقدر بیخبرم من یغما از تو،
از خودم، از عشق، از عشق. بهادر، باید خلاص بشی بهادر، هم از طایفه هم از خانواده، از هر دو نور چشم. اسفندیار فقط از چشم عاجز بود، فقط چشم. فرض کن که چشمی نداری، که عهدی نداری با ما. قول بده بهادر، مردانه. باید دیو پیدا بشه. من جواب میخوام، جواب. نه قوام از عهده بهادر برمیاد، نه بهادر قدرت داره شیراز رو تصرف کنه و بساط قوام و انگلیس و استبداد رو بریزه به هم. هرگه، هیچ وقت، مفلوک. وزمون بیچاره اینقدر تمام عمر نبودم من. اصلا عقوبت و گوشمال برای جونه برای